جنگ و بمبگذاری در افغانستان ادامه دارد و صلح همچنان دور از دسترس است این البته حرف جدیدی نیست دهها سال است مردم افغانستان با این وضعیت روبرو هستند ولی یازده ماه مذاکره دولت امریکا با طالبان قرار بود تا آخر ماه سپتامبر حداقل زمینه صلح را فراهم کند قرار بود دونالد ترامپ رئیس جمهوری امریکا به شیوه جیمی کارتر در کمپ دیوید دست طالبان را در دست رئیس جمهوری افغانستان بگذارد و مذاکرات بین افغانی برای صلح پایدار را آغاز کند. همه این قرارها در شنبه شب 7 سپتامبر با یک توییت دونالد ترامپ نقش براب شد. آقای ترامپ ادامه مذاکره را متوقف کرد و در جنگ و خونریزی وقفه ای ایجاد نشد. چرا چنین شد؟ چرا دولت افغانستان در این روند نقشی نداشت؟ چه آینده ای در پیش روی افغانستان است؟ برنامه مسئولان افغانستان بعد از این ناکامی چیست؟ مهمان من در این برنامه رویا رحمانی سفیر جمهوری اسلامی افغانستان در واشنگتن است. خانم رحمانی پیشتر سفیر کشورش در اندونزی بود و از های برجسته وزارت خارجه افغانستان است. خانم سفیر روی رحمانی به برنامه به دیگر خوش آمدید ممنون شما سلام و درود به شما و بیننده های شما خانم رحمانی آیا مقام های امریکا و احیانا آقای خلیلزاد اونجا در واشنگتن به شما توضیح دادن چرا آقای ترامپ در آخرین لحظه مذاکرات با طالبان رو قطع کرد قراره که شما در جریان هستین رئیس جمهور ترامپ به دلیل ازی که خود طالبان را در قبال ختم جنگ خونریزی ندیدن و این بار بار برشان به با اثبات رسید بالاخره حوصلهشان سر رفت و با گفتگوها خاتمه دادن امی دلیل بر ما هم وقتی که دوباره به واشنگتن برگشتم توضیح داده شد که کشتار مردم و مردم عوام که برای افغان ها غیر قابل تحمل و پذیرش است همچنان یکی از دلایل بود که رئیس جمهور ترامپ به این گفتگوها خاتمه داد حالا گفته میشه که در داخل دولت امریکا هم در مورد این موضوع اختلاف نظر خیلی جدی وجود داشت گفته میشه که آقای جان بولتون که اون موقع مشاور ارشد امنیتی آقای ترامپ بود مخالف این بود که طالبان رو به کم دیوید دعوت بشن و اونجا حال اون ملاقات صورت بگیره تا چه اندازه این موضوع عمده بوده برای لغو مذاکرات خب ای که آیا اختلاف درونی چقدر نقش داشته ای یک بوده مسئله است ولی بود اصلی و اساسی است. از ای است که وقتی که رئیس جمهور امریکا با این معتقد میشن که مذاکرات که در جریان است متضمن صلح و رفاه به افغانستان نمی باشند متضمن خواست اونا که ختم جنگ بود و برگشت نیروهایشان و همچنان به خاطر یک افغانستان با ثبات که دیگه تهدیدی به کشورشان نباشه در این گفتگوها قابل تضمین نیست و طرف مقابل یعنی با یک گروه قابل اعتماد و اعتبار از اینا نیستن گفتگوها متوقف میشه ولی بدون شک دلایل مختلف نظریات مختلف در داخل حکومت امریکا در این مورد وجود داشت و نقش خود ایفا کرده حالا دولت افغانستان در این مذاکرات هیچ نقشی نداشت این در واقع امریکا برای دولت افغانستان نقشی قائل نشده بود در این مذاکرات آیا شما به عنوان سفیر افغانستان در واشنگتن در این باره به دولت امریکا اعتراض کردید؟ ما تمام موارد که داشتیم همیشه امرای حکومت امریکا در میان میگذاشتیم البته ما ایره به ای ترتیب که عنوان شد در نمیابم که حکومت امریکا به افغانستان نقش قائل نشده بود بلکه این مذاکرات در ابتدا وقتی که شروع شد یک نقش تسهیل کننده داشت یک نقش داشت که حکومت امریکا میخواست که تسهیل کنه گفتگوهای رودرو بین طالبا و حکومت افغانستان و به می اساس همین گفتگوها شروع شده بود و در این مورد تمام نقش تمام شرکای بین المللی خود در تسهیل پروسه صلح که به مالکیت افغان ها باشه ما استقبال میکنیم ولی ای که بخته که مذاکرات به پیش می رفت و حکومت افغانستان در نبود هم خودش متضمن ازمی بود می مسئله بود که این مذاکرات نمی تانه که به یک صلح پایدار منجر شود البته نگرانی ها و تشویش ها و نظریاتی که در راستای پروسه و مسائلی که در جریان از این پروسه مطرح می شد همیشه ما با حکومت امریکا مستقیما در میان می وقتی شما میگین که با حکومت آمریکا در میان میگذاشتید منظور که یعنی یک جریان یک طرفه بود آیا شما هم از طرف دولت آمریکا در جریان مذاکرات قرار میدادند مثلا آقای خلیزاد هیچ وقت ملاقاتی با شما داشت تو این پروسه روند مذاکرات توضیح بده برای شما که چی داری می گذاری در بین اونها و طالبان؟ من دوباره امرای ام آقای خلیزاد ملاقات داشتم و گذاشته از او وقت که اینا به کابل می به حکومت افغانستان در مورد مذاکرات برشان معلومات می دادن. البته شما ایره شنیدین قبلا که نگرانی های در مورد تشریک معلومات و ای که معلومات به شکل کلی امرای حکومت افغانستان مطرح میشد شد, شد. قبلا نگرانی های از طرف ما مطرح شده بود و در واشنگتن اعضای یا تیم وزارت خارجه معلومات قسمی را امرای ما هم شریک می سختن. یکی از انتقاد هایی که به این روند مذاکرات میشد این بود که دولت امریکا از طریق آقای خلیلزاد به عنوان نماینده دولت امریکا در این مذاکرات یک امتیازهای بیش از حدی به طالبان میداد و ظاهرا اگر نمایندگان دولت افغانستان در اونجا بودن زیر بار بسیار از این امتیازها نمیرفتند. خب از نظر ما اصلا مذاکرات صلح با طالبا شروع نشده بود به خاطر ازی که باور ما امی است که مذاکرات صلح مذاکراتی که میتونه که به یک صلح واقعی در خود افغانستان میتونه که متضمن یا یک صلح پایدار در کشور شوه شروع نشده بود به خاطر که چطور یک مذاکرات صلح در, در, یک کشور میتونه که ایجاد شوه و Uh, but پروسه عمل یا تطبیق در در حالی که کسایی که متضمن از این پروسه هستند در تطبیق از این پروسه دست اول و نقش اول دارن اونا شامل از این پروسه نباشند نظریات از اونا شامل پروسه نباشند به این لحاظ ما پروسه را که د جریان بود میدانستیم که یک پروسه هست که بین ایالات متحده آمریکا و طالبا و روی یک سلسله مسائل بحث میشه و نظریات خود شریک میساختیم اما از طرف ما هیچ وقت ای به حیث پروسه که باز بالاخره یک سال پایدار دایی میره در دا افغانستان بیاره دیده نمیشد و یه ملحوظات خود داشت که نگرانی ها و مسائلی که بر بردم افغانستان خط سرخ است در نظر معلوم نبود که گرفته میشه نمیشه و یا تو کدام حد اونا رعایت میشه ما منتظر ازی بودیم که مذاکرات صلح به مالکیت افغانستان و به نمایندگی از مردم افغانستان توسط حکومتشان داینده دا نزدیک شروع شد و او البته ابتدای مذاکرات سال بر ما اعلام میکرد حالا از آقای مایکل سمپل که معاون نماینده ویژه اتحادیه اروپا در افغانستان بود و آقای کرزه ایشون رو اخراج کردن از کشور نقل شده که گفته که طالبان به او گفتند که حتی خودشون هم باور باورشون نمیشد که این همه امتیاز بهشون داده بشه و به قول اونها اونا در واقع عملا میتونستن همون حکومت اسلامی مورد نظرشون رو بر اساس اون توافقی که با امریکا کرده بودن تشکیل بدن اگر این حرفها درست بوده باشه دولت افغانستان و شما مخصوصا به عنوان یک دیپلمات برجسته زن بایستی خیلی خوشحال باشید که این مذاکرات شکست خورد خب البته ای که اه ما نمیخوایم بگیم که ما خوشحال هستیم که مذاکرات شکست خورد ما کاملا اه اه پشتیبانی از روند و تلاش هایی که در به خاطر صلح هست کردیم و میکنیم ولی البته در مورد امتیازاتی که شما به او اشاره کردین از زبان آقای سنپال چیزی است که ما هم شنیده بودیم ما هم کاملا این مسائل از زبان رهبرای طالبا پیوسته میشنیدیم که اونا البته این پروسه را به حیث یک پروسه نمیدیدن که ما این پروسه پروسه سال هست و ما داخل افغانستان میریم و در سهم خود به حیث یک شهروند افغانستان در وجه ایفا میکنیم و به ای جنگ خاتمه میتیم بر از اونا یک نو خواب و خیال ترسیم شده بود که اینا میخواین که دوباره برن و و غالب به افغانستان و حکومت دلخواه خوده که قبلا و حال هم سرش اصرار داشتن به نام امارات اسلامی افغانستان در دوباره ایجاد کنند بله این چیزایی بود که ما هم میشنیدیم و به این لحاظ بر مردم افغانستان این یک ماهی نگرانی بسیار کلان و سرسخت هم ایجاد کرده بود حالا اگر این مذاکرات ادامه پیدا میکرد و به نتیجه می رسید و منجر به اون چیزی که مورد نظر بود می شد یعنی اینکه نهایتا مذاکره بین افغانی و به برقراری صلح و شرکت طالبان در حکومت با توجه به اینکه طالبان موضعشون به خصوص در مورد زنان اینا مشخص بود شما فکر میکنید اگر این به نتیجه میرسید شما به عنوان دیپلمات زن میتونستید به کارتون ادامه بدین کماکان سفیر افغانستان در واشنگتن باشید؟ اینا بسیار سوال های حیاتی است البته ادامه کار ما یک مثال از این مسئله است ولی ول اینا مسائل بسیار حیاتی است که حکومت افغانستان و مردم افغانستان پیوسته به این می پرداختن و اینا را سوال میکردن که ما چطور می که روی سال بحث کنیم در صورت از که اگر طالبا پی هم اصرار دارن که ما امارات اسلامی را که کاملا بر ما خط سرخ هست و ما تعهد خود برای یک سیستم جمهوری بار بار نشان دادیم ما ایره بخوایم که امرای ام پیاده کنیم و در اون صورت خب هیچ رای بر سال وجود نداره او بر مردم افغانستان معنای سال دیگه نداشت و البته در مورد ازی که دو سناریو است اگر قرار باشه که طالبا فکر می کردن که میاین و افغانستان اشغال می کنن دوباره و باز بعد با از او حکومت دلخواه خود اوجه مستحکم می این البته ما گفته میتونم که خوب و خیال است به خاطر که افغانستان و افغانستان نیست که اونا در 1996 دیده بودن و باز هم میتونستن حکومت خود به او شکل برقرار کنن به او خاطر داخل شدن از اینا در سیستم یک امر است که ما میخواییم توسط پروسس سل اجرایی شود البته پروسه خود مذاکرات یک داد و گرفت است ما این قبول داریم که در دا این شرایط نیاز است که ما بتانیم طالبا را داخل سیستم داخل کشور و جزء از جامعه خود قبول کنیم و البته این کار هم کار ساده نیست به خاطر که عملا وقتی که اونا مردم ما را به قتل رساندن مکتب و شفاخانه های ما را حتی موافل عروسی را هدف قرار دادن برای مردم ما که همواره از این مسائل زجر کشیدن پذیرفتن اونا هم کار ساده نیست ولی اینا همی بزرگی رو نشان دادن و گفتن که به خاطر سال به خاطر آینده اولادهای ما به خاطر نسلای بعدی ما میره میپذیریم ولی باید دمو شرایط باشه که اونا هم قابلیت ازیل داشته باشن که افغانستان امروز بپذیرند افغانستان امروز قرار نیست به افغانستان ده سال پیش یا پانزه سال پیش یا بیس سال پیش که اونا تصور میکنن برگردند حالا ممکنه که اگر مذاکراتی در آینده صورت بگیره که شما من میدونم دنبالش هستید برای ادامه مذاکرات صلح البته طالبان تا حالا تندر ندادن به هیچ نوع مذاکره مستقیمی بین خودشون و دولت افغانستان ولی اگر در آینده صورت بگیره شما میدونید که بسیاری از زنان افغانستان که دستاورت بسیار مهمی می داشتند این سالهای بعد از سقوط طالبان خود شما نمونه بارزش هستید همه اینا نگرانند که ممکن اگر که دولت طالبان در دولت افغانستان شریک باشند به هر حال اونها تن به همه موارد قانون اساسی جاری افغانستان نخواهند داد اونها میخوان که موارد به اصطلاح مورد نظر خودشون که قوانین اسلامی بر اساس شریعتی که اونها قبول دارن هم در قانون اساسی گنجونده بشه که در این میان با توجه به عملکرد طالبان بیش ضربه بیش از حد از طرف به زنان افغانستان خواهد خورد آیا موزه دولت افغانستان برای یک مذاکره آینده در این مورد به خصوص چیه؟ صلح یک روند ملی است و هیچ روند ملی نمیتونه که به موفقیت منجر شود در صورت که اینا خواست نیاز و واقعیت نصف نفوس او مملکت در نظر نگیرن زنان نصف نفوس افغانستان هستند پیش دستاورت ها و پیشرفت که ما داشتیم این واقعیت امروزی افغانستان است این مسئله نیست که تنها مربوط به زنان باشه این مربوط زنان مردا و جامعه افغانستان است همچنان به نسل های آینده ما این میراث است که ما به نسل نسل آینده خود قرار است به میراث بانیم و تمام از این دستاورد ها به تمام مشکلاتی که به دست آمده قابل از این نیست که ما در این ای ای که از این بگذاریم و یا این دستاوردهای باشه که ما به خاطر چیزی که به نام صلح بیایه اینا را قربانی کنیم البته قربانی کردن از این دستاوردها ها به اصطلاح یا معنای دیگر صلح نیست صلح که نصف پیکر جامعه را از حقوق انسانیشان محروم کنه و یا خواست و امو پتانسیل هایی که اینا دارن از او او را محروم کنه این به چی معناست؟ به معنای عزیز که ای جامعه را به عقب میکشه و جامعه که قرار باشه که به عقب بره او جا یک جامعه مرفع و جامعه گفته نمیشه که ما بگویم که, که در این صلح و ثبات وجود داره مشکلاتی که در دههای گذشته افغانستان به این جنجال نگه کشانید و امروز ما شاید از تمام از این مشکلات هستیم امی بود که افغانستان به یک مدت زیاد درگیر جنگ اه اه در یک آیسولیشن کامل از تمام جامعه بین المللی قرار داشت و مردم ما را به دور نگه داشتن مردم ما را از امکانات مردم ما را از تحصیل از دسترسی به حقوق و انسانیشان از اینا به دور گذاشتن امید منجر شده بود به مشکلاتی که ما امروز امروز دست پنجه نرم می کنیم بسیار خوب ولی به هر حال این به معنای اینه که خب طالبان که تا حالا تندر ندارند به مذاکره و به قانون اساسی همینطور که گفتم تن در نخواهند داد این به معنای ادامه جنگ در واقع یعنی به نظر می که تنها راهی که باقی میگونه برای افغانستان اینه که این جنگ ادامه پیدا کنه با طالبان خب اگر مسئله ای باشه شما پیشتر به یک مسئله دیگه هم اشاره کردین که طالبان میخواین که تعریف خودشان و از حکومت اسلامی وارد بسازن البته فراموش نکنیم که افغانستان اسم مملکت ما جمهوری اسلامی افغانستان است ما یک مملکت اسلامی هستیم اسلام در قانون اساسی ما است در تمام روش و رفتار زندگی ما انکاس یافته است اما اگر قرار باشه که طالبا بخواین که فقط امرای ما به مذاکرات به شرط داخل شوند یا به حساب سیستم زندگی ما به شکل مدغم شوند که حق و حقوق شهروندی را از شهروندهای افغانستان بگیرن پس اونا صلح نمیخواین کی میتونه ادعا کنه که ما صلح میخوایم و در ضمن از او ما یک آینده مرفه به اولاد خود نمیخواییم ما یک سرزمین پیشرفته نمیخوایم. اگر این ای 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 مسئله است که طالبا میخواین پس اونا صلح نمیخواین ما باید به این متوجه باشیم که تعریف صلح تنها نیست که طالبا جنگ نمیکنن و آمدن وارد سیستم شدن وارد سیستم شدن از اونا به متوقف کردن کشتار که فعلا وجود داره یک قدم بسیار مثبت است ولی ما امی امکانات امی خوبی ها را به طالب به فامیل هایشان بر افغان های دیگه هم میخواییم بسیار خوب حالا در صورتی که امریکایی ها مجددن بخوان که مذاکراتشون با طالبان از سر بگیرند هوسی شما به عنوان سفیر افغانستان در واشنگتن به مقامات امریکا چیه؟ شریک اصلی امریکا در 18 سال گذشته در امر مبارزه با تروریسم مردم و حکومت افغانستان بوده. حکومت امریکا شریک بهتری از مردم و حکومت افغانستان پیدا کرده نمیتونه تا به اهداف اصلی خود که مبارزه با تروریسم است و نظم و ثبات در افغانستان و در منطقه است و اگر ثبات اقتصادی افغانستان است به اینا برسه غیر از که با شریک اصلی خود که مردم و حکومت منتخب از اونا در افغانستان است یک جای کار کنه به اساس از ما از تمام فداکاری و سرمایه گذاری ایالات متحده امریکا متشکر هستیم ایره دیده قدر می بینیم ولی در ضمن از آینده افغانستان توسط خود افغانا باید رقم زده شود توسط کار تمام مشکلات و زجر که افغانا کشیدن به جایی که به امروز رسیدن و آل هم آماده سال هستند ما شریک ایالات متحده امریکا در اصل مبارزه با تروریسم بودیم و خاط بودیم و ما با هم دیگه میتونیم که دهی هم هم فایق بیاییم حالا اگر در مذاکرات آینده هم طالبان طبق گذشته بگن که ما با دولت افغانستان مذاکره نمی کنیم برای اینکه این دولت رو غیر قانونی و ادامه میدن به این موضعشون یعنی اینکه باز دوباره بره به اون سطحی که فقط بخوان با امریکایی صحبت بکنن در این صورت وقت شما به امریکایی میگین چی؟ میگین مذاکره نکنین چون حال به جایی نخواهد رسید؟ خب امریکایی ها باعث یک کشور حاکم و همچنان یکی از شرکای از این مسئله سهم و حق خود دارن که رقمه که تصمیم میگیرن وقتی اگر میخواین امرای طالب دوباره وارد مذاکره شوان به کدام هدف؟ اگر اونا صلح میخواین خب این واضح است و البته امی مذاکرات دمای گذاشته هم نشان داد که این هیچ وقت به سال واقعی منجر نمیشه تا که خود مردم افغانستان در این مسئله دخیل نباشند وقتی اونا سال میخواین این باید مردم و حکومت افغانستان این مسئله را رهبری کنه یک طرف قضیه طرف دیگه قضیه که شما به او اشاره کردین که اگر طالبا ادعا میکنن که حکومت افغانستان حکومت مردمی نیست یا حکومت درست نیست مشروعیت خود از این کجا میاد؟ اینا به ها... به کدام حیث ب... نمایندگی از مردم افغانستان میکنن برای اینا... اینا, اینا, درست نمایندگی خانم... از اینا رو کی داده خانم روان ببخشید من حرفتون رو قطع میکنم اینا کاملا درسته این به هر حال که شما میکنی این طرفی دولته که با طالبان داره صحبت میکنه یعنی روی سخنش با طالبانی که شما مشروعیت ندارین و شما نمیتونین به ما میگین که ما نفسی... مشروعیت نداریم ولی صحبت و سوال من این بود که اگر اینها با دوباره حاضر نشن با شما صحبت بکنن طالبان و بگن فقط ما با امریکایی صحبت میکنیم توصیه شما به امریکا اینه که مذاکره نکنید؟ توصیه ما است که در ما از تسهیل مذاکرات صلح بین الافغانی استقبال میکنیم ولی اگر هدف صلح باشه فقط یک راه هست. یک سرک هست که به صلح منجر میشه و او مذاکره به رهبری افغان ها است به رهبری حکومت افغانستان است آها. بسیار خوب. خب وقتمون بسیار تنگه خانم رحمانی واقعا یک سوال حتما باید از شما بکنم و اون اینه که تردیدی نیست که از بعد از سقوط طالبان در سال 2001 موقعیت و حضور زنان افغانستان در به اصطلاح مختلف جامعه از سیاست و مجلس گرفته تا عرصه هنر و مسائل اجتماعی، فعالیت‌های اجتماعی به مراتب بیشتر شده و چشمگیره تا جایی که ممکنه مورد رشک بسیاری از زنان کشورهای همسایه باشه ولی همه اینها در کابل و چند شهر بزرگ صورت گرفته آیا شما چه برنامه ای دارید که دامنه حضور زنان و دستاوردهای زنان رو در مناطق روستایی افغانستان و در سطح کشور گسترش پیدا کنه؟ چرا سطح اشتراک زنان افغان مشخصا در چهار سال قبلی به این پیمانه رسیده دلیل اصلی از است که قانون اساسی افغانستان رعایت شده دلیل از ای است که رهبری افغانستان به این معتقد بوده که باید از پتانسیل هایی که زنان افغان دارند از او استفاده شود و این حکم اساسی در آوردن سال و ثبات برای افغانستان است با در نظر داشته از این مسئله پالیسی های حکومت افغانستان همیشه قسم بوده که اشتراک زنان در تمام سطح تشویق و ترغیب کنه و بر شما میخوایم یک چند مثال بزنم شما از زنان که روستاها زندگی میکنن نام بردین از سال 2001 تا حال بیشتر از 100 هزار زن به طور انتخابی در کمیته های انکشافی های خود انتخاب شدند باعث اعضایی که اوج تصمیم گیرنده هستند که در محلات از اونا چی نوع پروژه های انکشافی باید صورت بگیره. امروز البته چند قبل ما بر اولین بار دیدم که یک مکتب دریوری که برای زنان افغان دریوری را یاد میداد در هلمند باز شده بود و یازده فارغ داشت هلمند یکی از نامترین ولایات افغانستان است در جلال آباد ما تیم بسکتبال دختران داریم اینا درست است که در شهرها ای پیشرفتها چشمگیرتر است ولی اینا فقط منحصر به شهرها نبوده در جرگه صلحی که در افغانستان در مای سور گذشته دایر شد اشتراک سی فیصدی زنان و تاکید از اونا به پروسه انتخابات تا بر تعیین رهبری خود جرگه یک نمایانگر از این بود که زنای افغانستان در هر جایی که هستند امو موقعیت و امو فرصت یافتن که خودشان وکیل خود باشن خودشان صدای خود بتانن به جایی که لازم است برسانند بسیار خوب و دا دا راستا استاد کولیسی همی است که تمام هر چی که در ضرورت باشه انجام خود دادیم بسیار خوب خیلی متشکرم خانم سفیر رویا رحمانی سپاسگزارم از شرکتتون در برنامه ممنونم ممنون.